الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این هفته هم در مورد موضوعات مختلف انشاءالله صحبت خواهیم کرد و انشاءالله تماس های شما عزیزان رو هم خواهیم داشت در لابلای برنامه و امیدواریم که بتوانیم حقایق رو مانند همیشه در این برنامه خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. یکی از موضوعاتی که در هفته گذشته واقعا نظر من رو جلب کرد، گرچه من برنامه نداشتم که در این مورد صحبت بکنم، چند روز قبل قضیه درگیری بین ایران و کویت بر سر یک منطقه نفتی به نام الدره است که در منطقه حدود مرزی کویت قرار دارد بین عربستان سعودی و کویت، و ایران ادعا میکنه که این منطقه جزء خاک ایران هست. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، من میخوام تاریخچه این نظام رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم که نظام آخوندی در ایران به خاطر بقای خودش باید همیشه در حالت جنگ و درگیری باشه، یا با ملت ایران یا با جهان اسلام یا با همه بشریت. طبیعت نظام های دیکتاتوری و ظالم و مستبد این است که خلاصه باید یک بحرانی، یک تشنجی ایجاد بکنند تا بقای خودشون رو و استمرار نظام خودشون رو بتونن به این وسیله بیمه بکنن. ما از زمان تاسیس جمهوری اسلامی به اصطلاح تا الان میبینیم که همیشه در حالت درگیری بودن، چه با ملت ایران، چه با کشورهای همسایه و با جهان اسلام و با بشریت عموما. من بعضی از این درگیری ها رو در طول 30-40 سال گذشته خدمت شما به شکل خلاصه بیان می کنم که برای ایجاد یک نوع حس ناسیونالیستی در بین ایرانیان، چون طبیعتاً این حس وجود داره در بین ملت ایران، برای برانگیختن این حس باید همیشه شعار ایرانیت و برتریت ایرانی ها رو بدن و به این وسیله احساسات مردم رو همیشه ملتهب نگه دارن، و از سوی دیگر برای ترساندن ملت ایران از اینکه بله استکبار جهانی هست و همه دنیا با ما درگیر است و ما نایب امام زمان هستیم و فلان هستیم. چون ببینید اصلا در این حکومت یک وجه قانونی از نگاه شیعه هم نداره و از نگاه ملت ایران هم نداره. چرا؟ چون اصلا در دین شیعه ساختن یک حکومت و دولت قبل از ظهور امام زمان ممنوع هست. به خاطر همین الان می‌بینیم خیلی از مراجع شیعه با این نظام درگیرن، اما اینا یک بدعتی رو به اسم ولایت فقیه ایجاد کردن و به این وسیله گفتن بله ولی فقیه نائب امام زمان است و داره به اصطلاح آمادگی میگیره برای ظهور امام زمان و از این خرافات و خزعبلاتی که شما بارها شنیدید. از سوی دیگر با یک نوع جنگ و ستیز با اقلیت‌ها و با ملت ایران در طول سالهایی که گذشت، اینها اومدن یک جوی رو در داخل ایران، جو اختناقی رو ایجاد کردن، اقلیت‌ها رو همیشه سرکوب کردن با یک حس ناسیونالیستی به اصطلاح فارسی که در حقیقت اونطوری نیست. اینا همیشه سوء استفاده میکنن از این شعاراتشون. بر صورت جنگ و درگیری چه با خودشون چه با خارج از همون سال اول انقلاب شروع شد. اولین کاری که کردن خب
همه شاهد هستن که ریختن سفارت آمریکا رو به اصطلاح خودشون شیطان بزرگ رو، که بعدا با همین شیطان بزرگ آشکار شد که دستشون در یک کاسه بوده، اشغال کردن و بعد گروگان گرفتن و سر و صدا و احساسات مردم و جهان رو برانگیختن. بعد از اون قضیه طبس رو به اصطلاح تئاتری بود که بعدا معلوم شد که همش برنامه‌های پشت پرده بوده که خودشون طراحی کرده بودن برای استمرار بقای نظام. در سال 1980 به یاد دارید که جنگ با عراق را آغاز کردن، یک جنگ بی‌معنا، یک جنگ بی‌نتیجه که بعد از 7-8 سال جنگ و خونریزی و دادن 2-3 میلیون کشته و زخمی و معلول، در آخرم جام زهر رو کوفت جانش کرد آقای خمینی و آشتی کردن و جنگ به پایان آتش بس شد و جنگ به پایان رسید. کسی هم نفهمید که خب این همه کشته، این همه زخمی، این همه دربدری، این همه خرابی، بربادی در ایران، خب نتیجه چی بود؟ به خاطر چی این جنگ آغاز شد؟ یک منطقه دقیقا مثل این چای نفتی که فعلا با کویت درگیر شدن سرش، یک منطقه در جزیره فاو بود، منطقه متنازع علیهی، بعد این رو بهانه کردن و خلاصه جنگی رو برا انداختن. هنوز این جنگ خاموش نشده بود و در همون سالایی که به اصطلاح قضیه آتش بس جنگ مطرح بود، جنگ مذهبی رو در پاکستان طراحی کردن و یک فرقه رو به نام تحریک فقه جعفری و بعد از اون فرقه دیگه رو به نام سپاه محمد درست کردن در مقابل سپاه صحابه و درگیرهای مذهبی رو در پاکستان شعله ور کردن و ملت پاکستان رو به جان هم دیگه انداختن به نام شیعه و سنی. سپس دیدیم که در دهه 60 تا 70 درگیری‌هایی که در کردستان با کردها به راه انداختن، به بهانه‌های مختلف کردها رو سرکوب کردن، تعداد زیادی رو کشتن در زندان‌ها و خلاصه از این جنایت‌ها. بعد با ملت اهواز درگیر شدن، در اهواز جنایت کردن، مردم رو به خاک و خون کشیدن، با آذری‌ها در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، قصد من همین آذری‌های داخل ایران هست، آذری‌های خود ایران، با اینها درگیر شدن و در بعضی از مناطق می‌بینی که قضیه درگیری مسلحانه هم رسید و ظلم و جنایت‌هایی که در اونجا انجام دادن. بعدش هم رفتن بر علیه جمهوری آذربایجان که تازه استقلال گرفته بود از اتحاد جماهیر شوروی، با ارمنستان مسیحی بر علیه شیعیان آذری وارد معرکه شدن و ارمنیای به اصطلاح مسیحی رو کمک میکردن بر علیه شیعیان آذری در آذربایجان. بعد دیدیم که دوباره با عراق درگیر شدن، با ملت عراق درگیر شدن، با آمریکا کمک کردن شیعیان، مراجع شیعه، حکومت ایران و راه رو برای اومدن آمریکا یا سقوط حکومت صدام در عراق انبار کردن و به اونها کمک کردن. و دیدیم که عملا همینایی که داد میزدن مرگ بر آمریکا و فلان و دو شیطان بزرگ، دیدیم که با شیطان بزرگ یکی شدن و عراق رو گرفتن و دو دسته به شیعیان تقدیم کردن. هنوز اوضاع عراق روبرو نشده بود که رفتن در سوریه، جنگ رو بر علیه مسلمانان در سوریه برا انداختن، تعداد زیادی از خود ایرانی ها رو فرستادن و از کشورهای دیگه شیعیان رو جمع کردن و در اونجا فرستادن، افغان ها رو به نام فاطمیون، پاکستانی ها رو به نام زینبیون مسلح کردن و به جنگ مسلمانان در سوریه فرستادن. قضیه لبنان رو که همه میدانید، یک گروهی رو به اسم حزب الله در لبنان ایجاد کردن که وظیفه این گروه پاسبانی از اسرائیل است، همانطور که فتی توفیلی دبیر کل اول حزب الله اعتراف میکنه که وظیفه اینها در لبنان، حزب الله در لبنان این است که امنیت اسرائیل رو بگیره، سرحد یا مرزهای شمال اسرائیل رو امنیتش بگیره. حالا گاهی اوقات یک موشک هایی هم این بر اون بر میشه، اینم به خاطر فریب مسلمان ها، اما عملا میبینیم در طول این 40 سال حزب الله چیکار کرده، غیر از این که مانع از ورود مجاهدین از کشورهای مختلف، از لبنان و از کشورهای عربی به خاک فلسطین بشه و به اصطلاح به عنوان یک مرزبان در خدمت اسرائیل قرار داشت. این واقعیتی است که دیگه غیر از انسانهایی که احمق باشن فکر نمی کنم کسی این رو انکار بکنه.
بعد در افغانستان در اسقاط حکومت اول طالبان با آمریکا هم کاری کردن، در زمان آقای خاتمی فیلماش هم هست، اعترافات خودشون. بعد در زمان احمدی نژاد حتی نقشه های جنگی رو دادن، همکاری نظامی کردن با آمریکا در اشغال افغانستان، و دیدیم که بعد از اشغال افغانستان امتیازات فراوانی به ایران و به گروه های مرتبط به ایران در افغانستان داده شد. جنایاتی که قاسم سلیمانی تا موقعی که کشته شد رو هیچ مسلمانی، هیچ اهل سنتی فراموش نکرده، در سوریه، در عراق و در لبنان، جنایت هایی که این جنایتکار در اونجا انجام داد، و در کشورهای دیگر که حالا در حتی تا نیجریه و کشورهای مختلف آفریقایی، سنگال فعالیت های نظامی و اقتصادی و مذهبی که در اونجا داشتن، ترورهایی که در کشورهای اروپایی، در ترکیه مخالفین به اشکال مختلف کشته می شدن، ترور می شدن و زندانی می شدن و روبوده می شدن، به ایران برده می شدن. اقلیت‌های شیعه رو در سراسر جهان می بینیم که در طول انقلاب، در طول این 30-40 سال این نظام بهشون کمک کرده، اونا رو مسلح کرده، بر علیه حکومت ها همیشه وسیله قرار داده اونها رو تا دست به شورش بزنن و با حکومت ها همیشه درگیر بشن. از ترورها و انفجاراتی که در کشورهای مختلف رخ داد تا هرچی بگیم کمه. مثلا در سال 1981 سفارت عراق رو در بیروت منفجر کردن، در سال 1983 سفارت آمریکا رو در بیروت منفجر کردن، در سال 1983 همچنان سفارت آمریکا و فرانسه رو در کویت و پالایشگاه نفت رو در اونجا مورد هدف قرار دادن، در سال 1985 بر اساس اعترافاتی که صورت گرفت در قضیه حمله به امیر کویت، جابر احمد صباح در اونجا دست داشتن که بعداً قضیه آشکار شد. در سال 1986 می‌بینیم که در موسم حج در خانه امن الهی در مکه مکرمه آشوب به پا کردن، دست به کشتار زدن پلیس‌ها و مامورین امنیتی که برای امنیت حجاج قرار داشتن، در اونجا به اونها حمله کردن، آشوب به پا کردن، حتی دعوای به اصطلاح آزادی مکه و کعبه رو سر دادن در اونجا. شما تصور کنید گروهی اومدن به خاطر عبادت، ریختن در خیابان‌های مکه مکرمه، شعار می‌دادن که مرگ به فلان و مرگ به علان و شعار اسقاط حکومت عربستان رو در اونجا، که خب طبیعتاً هیچ کشوری این رو قبول نمی‌کنه، که این قضیه منجر به درگیری شدید شد و بر اساس اخبار دقیقی که بعداً نشر شد، سبب این درگیری یا سبب هرج و مرج حجاج ایرانی و افرادی از سپاه پاسداران بودند که به نام حاجی فرستاده شده بودند تا این اعمال رو انجام بدن. بعد در سال بعدش می‌بینیم که مواد منفجره انتقال دادن به عربستان سعودی، در فرودگاه دستگیر شدن افرادی از اینها که در طی اعترافاتی که هم به فارسی هم به عربی پخش شد اعتراف کردن که از طرف سپاه پاسداران فرستاده شده بودند. در سال 1994 در انفجاراتی که در بوئنوس آیرس رخ داد ایران دست داشت و این حکومت، در سال 1996 در انفجاراتی که در مناطق مسکونی در شهر الخبر در عربستان سعودی رخ داد بعداً اعتراف کردن که حکومت ایران دست داشته، در سال 2003 میخواستن یک سری اعمال تروریستی انجام بدن در بحرین و بحرین رو اشغال بکنن و یا به قولی برگردونن دوباره جزی از ایران بگردانن، که این قضیه هم تا سال 2011 تا سال 2016 ادامه پیدا کرد و یک نوع انقلابی در بحرین ایجاد کردن، درگیری، کشمکش، تظاهرات، کشتن پلیس و نیروهای امنیتی که اونم ناکام موند. منتها جالب است که اینا باید همیشه یک درگیری ایجاد بکنن، همیشه یک مشکلاتی ایجاد بکنن. جنگ یمن رو در سال 2014 و 15 راه انداختن، البته قبل از اون هم در جنگ های مختلفی که حوثی هایی که به اصطلاح در ایران تعلیم دیده بودن، در ایران اونا رو آماده کرده بودن برای اسقاط حکومت یمن و
ساختن یک نمونه مانند جمهوری آخوندی در یمن که به این وسیله از اوسیا استفاده کردن و سخت‌ترین درگیری ها و جنگ ها در سال 2014 و 15 در یمن رخ داد که تا هنوز هم جریان داره. حکومت منتخب و مردمی رو در اونجا سقوط دادن و بعد با عده‌ای ائتلافی تشکیل دادن با علی عبدالله صالح که بعدا با او هم خیانت کردن و خلاصه میبینیم که ملت بدبخت و بیچاره یمن رو به خاک و خون کشیدن به خاطر اطماعی که آخوندهای تهران در یمن داشتن. در سال 2013 میبینیم که در امارات یک سری خرابکاری های انجام دادن که بعدا کشف شد. در سال 1979 سفارت های کشورهای مختلف رو مانند سفارت آمریکا در سال این در داخل ایران مثلا اتفاق میفته. در سال 1987 سفارت عربستان رو بهش حمله کردن. ببینید در حتی در جنگل های آمازون هم شما شاید تصور نکنید که مثلا کسی به یک دیپلماتی یا به یک ما کاری نداریم فلان دولت خوب است یا بد است، اما چه در زمان قبل از اسلام چه در بعد از اسلام در میان بربرها در میان مغولها در میان تاتارها در میان همه قبایل حتی وحشی دنیا هم به سفیر به نماینده که از یک کشور به یک مهمان احترام میگذاشتن، الا در جمهوری اسلامی همچین چیزی وجود نداره. در سال 1987 به سفارت عربستان در تهران حمله کردند. در سال 1987 همچنان به سفارت کویت حمله کردند. در سال 1988 سفارت روسیه رو منفجر کردند. در سال 2007 باز دوباره به سفارت کویت حمله کردند. در سال 2009 سفارت پاکستان رو منفجر کردند. در سال 2011 سفارت بریتانیا رو و همچنین در سال 2015 میبینیم که باز دوباره به سفارت عربستان سعودی حمله کردند و سفارت رو با آتش کشیدن، اموال سفارت رو غارت کردن. همین که کساندیس خورای ولایت فقیه در همون سال 2015 و 16 بود که کنسولگری عربستان رو در مشهد به آتش کشیدن. در سال 2023 یکی از جالبترین به اصطلاح سر و صداهایی که ایجاد شد قضیه حقابه‌ای بود که ایران ادعا کرد و بر علیه طالبان یک جنگی رسانه‌ای رو به راه انداختن. خیلی جالب بود، یعنی مانند کودکای بیعقل، یعنی رئیس جمهور مثلا شخص رئیس جمهور بلند میشه تهدید میکنه، بعد وزیر خارجه بلند میشه تهدید میکنه و وزیر دفاع بلند میشه تهدید میکنه که این نوع دیپلماسی یا این نوع برخورد شایسته ملت ایران نیست، یک ملتی که تاریخی با این عظمت داره. یک مشت احمقی اومدن سر قدرت نشستن و برخوردشون رو ببینید و من واقعا تعجب کردم از برخورد دیپلماتیک طالبان و از عقلگرایی که از خودشون نشون دادن. از یک طرف خیلی با لهجه بسیار دیپلماتیک بسیار مؤدبانه و قوی در عین زمان پاسخ دادن و از طرف دیگر قدرت نمایی هم کردن در مقابل ایران که واقعا ترسیدن، یعنی این واقعیت است. حالا جدای از این که طبیعتا ایران یک کشوری است که مثلا 80-90 میلیون جمعیت داره، افغانستانش کشور کوچیک سالها با 30-40 میلیون جمعیتی که سالها در جنگ بوده و فلان، اما واقعا ترسیدند آخوندها. از یک طرف وضعیت آشوب زده داخل ایران، از یک طرف وضعیتی که در بلوچستان ایجاد کرده بودند، مناطق مرزی همه به دست اهل سنت است که طبیعتا با اهل سنت در افغانستان با طالبان یک نوع احساس و عاطفه خاصی دارن، همه اینا دست به دست هم داد و اینا ترسیدن. باور کنید از 4 تا بشکه زردی که طالبا تهدید کرده بودن ترسیدن و بعدن حتی طالبا به حدی که هیچ گونه از مطالبی که ایران داشت، درخواستایی که داشت، هیچ کدومش رو قبول نکردن و قضیه هم اینطور خابید و یک سرشکستگی، یک سرافکندگی برای این نظام بود که طالبا واقعا در این برخوردشون چه از نگاه نظامی چه از نگاه دیپلماسی قوی که داشتن واقعا برتری خودشون رو نشون دادن و عقلگرایی خودشون رو نشون دادن نسبت به این رژیم مفلوک
آخوندی. هنوز قضیه حقابه و هلمند و طالبا به اصطلاح سرد نشده بود که الان دارن کم کم به طرف جنگ و درگیری با کویت و قضیه چاه نفت و فلان میرن. ببینید یه چیز رو خدمت شما عزیزان بگم، اگر میلیون چاه نفت مثل الدره رو اینها بگیرند و استخراج بکنن و بفروشن، فکر نکنید که چیزی به ملت ایران خواهند داد. اینها همون خائنین و جنایتکارایی هستند که در طول سالهایی که در قدرت بودن غیر از این که خودشون رو جیباشون رو پر کردن و گنبد و بارگاه ساختن و امامزاده ساختن، کار دیگری برای ملت ایران نکردن. ثانیاً این نه اولین درگیری است همونطوری که خدمت شما عزیزان بیان کردم و نه آخرین خواهد بود. یقین داشته باشید هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال تا سقوط این رژیم اینها به بهانه های مختلف با کشورهای مختلف، با همسایه و غیر همسایه درگیری ایجاد خواهند کرد، تشنج ایجاد خواهند کرد و برای استمرار حکومت خودشون، برای استمرار نظام ولایت فقیه، همیشه این ملت رو در حالت درگیری با کشورهای مختلف و ملت‌های دیگر قرار خواهند داد، چون تنها به این وسیله میتونن عمر حکومتشون رو چند سواهی دیگر بیفزایند. و الا باور بکنید که اگر اینها با کسی درگیر نشن، اینا با همه روابط خوب داشته باشن، اصلا آرام باشن، در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان اینجا درگیری ایجاد نکنن، باور کنید که این حکومت 6 ماه هم دوام نمیکنه. به این رو یقین داشته باشید، چون این گونه حکومت های دیکتاتوری و جعلی و ظالم و ستمگر تداومشون، استمرارشون در اینه که همیشه بحران ایجاد بکنن، همیشه جنگ ایجاد بکنن، درگیری ایجاد بکنن، خشونت ایجاد بکنن و ملت رو در یک حالت رعب و ترس و وحشت همیشه نگه دارن، از احساسات ناسیونالیستی و مذهبی مردم همیشه سوء استفاده بکنن، در حالی که بارها گفتیم اینا نه دلشون به شیعه میسوزه. دیدیم که در آذربایجانی که شیعه است بر علیه آذربایجان شیعه میرن با ارمنستان مسیحی، به خاطر اینکه روسیه در کنار ارمنستان است و روسیه به اینا گفته که اگر شما در کنار آذربایجان قرار گرفتید که شیعه است، ما نه نیروگاه بوشهر رو براتون میسازیم و نه کمک های نظامی که در سوریه و کشور دیگه داریم رو ادامه خواهیم داد. به خاطر همین براشون مهم نیست، خدا کنه که میلیون شیعه در آذربایجان بمیره اما حکومتشون ادامه پیدا بکنه. پس این نظام نه دلش به حال اسلام میسوزه، نه دلش به حال شیعه میسوزه، نه دلش به حال انسانیت میسوزه و همیشه با ایجاد درگیری ها در بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه و جهان میخوان که حکومتشون رو چند سبای دیگر عمرش رو طولانی تر بکنن. الله سبحانه و تعالی شر اینها را از سر امت اسلامی دور بکنه. از این لحظه به بعد عزیزان میتونید که با ما تماس بگیرید، گرچه در لابلای تماس های شما ما موضوعات دیگری رو هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد در برنامه و به تماس های شما عزیزان هم پاسخ خواهیم داد. شماره تلفن برنامه رو عزیزان حتما زیرنویس خواهند کرد یا حتما زیرنویس شده و به یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. با ما همراه باشید. صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي
برای خدمت بینندگان عزیز و گرامی، اولین تماس رو بگیریم. بله بیننده گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفا اینترنتشون رو چک بکنن. بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد عزیز شما خوب هستید؟ جور هستید؟ سلامت باشید برادر عزیز. برادر عزیز از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید برادر عزیز از تاجیکستان. استاد عزیز، ما از شما مینتداری خودم رو بیان میکنم. سلامت. که با ما دین رو خوبتر رساندید. سلامت باشید، الله مطالعه استن کنه، زنده و سلامت باشید. در حق ما دعاگو باشید، ما همه بیننده، همه شبکه های شما رو تماشا میکنیم. الله مطالعه استن کند، الله مطال سعادت داره این نصیب شما گرداند. تشکر شما برادر عزیز. آمین. زنده باشید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکات. برای سلام علیکم بفرمید. بله بفرمید. سلام علیکم. سلام سری. علیکم السلام و رحمت الله. استاد سری، خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت دارم. سلامت باشید. شما را جزای خیر بده. درباره این سیرازاده که فعلا توی عربستان گفتنده شما چون چیزی معلومات گفتیم، ما امیال رسیدیم نفهمیدیم دفعانش چیزی معلومات داری یا نداری؟ میگم توهین کرده به حضرت عایشه، بعضی میگم نه با گذرنامه جدی رفته عرافتش حیات چطور همه ای کار از یاد جهر است. حیات هم باشه چند ماه پیش علیه مولوی عبدالحمی ادعا داشتم که این فلانش جهل است که فیش حقوقی جهل است، همان خود از یاد الان اثبات کردن که جهلکار خود از یاد است. بله بله، شخصی به نام رایفی پور شاید دوستان آشنا باشن با اسمش، که از رافضی های زبان دراز که همیشه به صحابه و امهات المؤمنین توهین میکرد، برنامه هایی داشتن که در اون توهین به امهات المؤمنین هم شده و همچنین یک سری شاید مسائل سیاسی هم باشه، چون برای عربستان سعودی هم زیاد صحبت کرده بود و طبق اطلاعاتی که من دارم با پاسپورت جعلی وارد عربستان سعودی شده و این کار مقامات این هاست. ببینید اینا، مثلا من بارها کسانی رو دیدم که یک سال با پاسپورت ایرانی اومدن، سال آینده با پاسپورت عراقی اومدن. الان همه جاسوسانشون، همه مثلا افراد مهمشون با پاسپورت عراقی، با پاسپورت کشورهای لبنانی، با پاسپورت پاکستانی میان و این نظام جعلی است، این حکومت یک حکومت جعلی است و به خاطر از هم پاشیدن جهان اسلام هر جنایتی رو اینا انجام میدن. تشکر برادر عزیز. تشکر. سلام سری. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. برای سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد عزیز شما درسته؟ جوره سلامتی؟ زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالب سن. ما از تاجیکستان با شما تماس میگیریم، شما را بسیار دوست میداریم، از بار خدا دوست میداریم، خالص الله دوست میداریم. سلامت باشید. شما الله حفظ کنه، بسیار طرفدار شما هستیم. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطال یار و نگهدار شما بد. الله نگهبان باشه. ما در عین حال در روسیه قرار داریم، در حکم استاد عزیز دعا کنید تا صحت سلامت باد به امر پروردگار به خاندانمون برگرد. آمین آمین، الله متعال به شما سعادت دنیا و آخرت و خیر دنیا و آخرت را نصیب گرداند برادر عزیز. الله مهربان نگهبان. خوب سلامت باشه. سلامت باشید.
بیننده گرامی بفرمایید. سلام سلام آقای ازدری. علیکم السلام. بله دوستان عزیز، اینم ادب یک بسیجی، ادب یک آخوندزاده، صیغه‌زاده، کسی که در مدرسه آخوند بزرگ بشه، کسی که در کنار به اصطلاح آقای طوسی بزرگ بشه. جریان آقای طوسی را میدونید که قاری قرآن معروف به اصطلاح استاد قرآن مورد عنایت مقام معظم رهبری بودن که جریانشون بله آشکار شد که به شاگردانی که داشتن در خدمتشون به اونها تجاوز جنسی کرده بودن. و این یه قضیه خیلی عادیه، یعنی کسی که آخوندزاده باشه، صیغه زاده باشه، شما هر چیز رو از او توقع داشته باشید. بابا دوست عزیز، بیننده گرامی، انسان، شما که داد میزنید ما 2500 سال تاریخ داریم، فلان داریم، دارید نشون میدید ادبتون رو، اخلاقتون رو. من بارها گفتم من از روزی که برنامه زنده رفتم در تلویزیون تا حالا یک شیعه یا سنی یا غیر مسلمان از تاجیکستان، افغانستان فوش ندادن در برنامه زنده، غیر از ملت نجیب و شریف و دارای تاریخ 2500 ساله فلان و علان و که نمیدونم ما کوروش کبیر داریم و نمیدونم فلان داریم و این داریم اون داریم. بله ادب و اخلاقشون رو دوستان عزیز دارین میبینید. یک کمی از این ملت کوچیک تاجیکستان یاد بگیرید. 8 میلیونن، باور کنید. تا هنوز غیر از ادب و اخلاق من تو برنامه زنده از اینا ندیدم، حتی مخالفینشون. من برنامه‌ای داشتم که حتی مخالفین سیاسی، مخالفین اعتقادی، حتی شیعیانشون با من بحث کردن، مؤدبانه بحث کردن، با اخلاق بحث کردن. و حرفایی که من زدم، جواب داری بیا منطقی جواب بده، جواب نداری چرا فحش میدی، چرا توهین میکنی. بعد ببینید دیگه، این از کوزه آن برون ترابت که در اوست، به قول معروف. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، سلام، تنجین شما. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من از مهاجرت از روسیه زنگ زدم. از روسیه، بفرمایید برادر عزیز. هم یک سوال بود استاد عزیز. بفرمایید. هم از تاجیکستان و می مهاجرتم قرار داریم روسیه ده. مو امیر قصر خوندم، هم سناتور هم میخونیم یعنی. قصر خوندم. ببینید شما، شما مسافر محسوب نمیشید. شما الان از تاجیکستان آمدید در روسیه، در آنجا اقامت گزیدید، یعنی مسافر نیستید. متوجه هستید؟ مسافر به کسی گفته میشه که به قصد سفر و برگشت به جایی سفر میکنه. مثلا شما از دوشنبه میخواهید برید مثلا سوغد، میخواهید برید مثلا شهر توس، میخواهید برید یک جای دیگه، بعد مدت یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته، دو هفته، یک کاری اونجا دارید، موقت انجام میدید، برمیگردید. در این حالت شما میتونید جمع قصر بخوانید، مادامی که تقریبا چیزی در حدود 80 کیلومتر از شهر خودتون خارج شده باشید. اما اینکه شما برای کار میروید به یک کشور دیگه، در حقیقت به نیت اقامت میروید اونجا، و در اون صورت یک سال، دو سال شاید دوام بکنه، سه سال دوام بکنه. در اون صورت نماز رو، هر 5 وقت نماز رو کامل و شامل در وقتش میخوانید، نه جمع میکنید نه قصر میخوانید. اما بعضیا فتوا دادن در این مورد که این درست نیست، یعنی جایز نیست، حرفشون منطقی نیست. نه منطقی نیست، این منطقی نیست. بله خب رحمت، تشکر از شما، زنده باشید، خدا نگهدار شما. به این مناسبت دوستان از روسیه و از اروپا صحبت میکنم، من انشاءالله برمیگردم به تماس ها. یک موضوع خیلی مهمی است، من این رو خدمت برادران و خواهرانی که در اروپا زندگی میکنند، در کشورهای غربی زندگی میکنند، در روسیه، در آلمان میبینیم، در حتی در ترکیه مثلا، بعضی از جوانهای مسلمان
خواستن در فصل تابستان با یک تیشرت مثلا حالا یا آستین کوتاه یا اصلا رکابی بدون آستین و با یک شورتی که بعضن حالا اگر تازانو باشه که عورت شرعی است، اما اگر بعضن میبینیم که بالاتر از زانو در کنار یک خانومی که از سر تا پا پوشیده است، حتی چشمانش هم با عینک سیاه پوشیده، نقاب زده، سر تا پا پوشیده، دستکش سیاه پوشیده، جوراب سیاه پوشیده، از سر تا پا پوشیده. خیلی خوب، حجاب اسلامی است، حجاب شرعی است، خیلی عالی است. اما میبینیم در کنارش یک جوان، یک مردی که شورت کوتاه پوشیده، بعد با یک تیشرتی که آستین کوتاه یا گاهی اوقات اصلا آستین نداره و اینا در خیابون ها میگردن، حالا در روسیه، در آلمان، در بلژیک، در هلند، در ترکیه، در کشورهای مختلف. در اینجا دو موضوع رو میخوام خدمت شما عزیزان بیان بکنم. اول اینکه از مروت یک مسلمان و یک مرد نیست که با همچین لباسی از خونه خارج بشه. یعنی تصور بکنید انسان‌هایی که این گونه لباس می‌پوشن رو از محارم مروت میگن، از محارم مروت میگن و عدالت این شخص زیر سوال میره، حتی شهادتش رو قاضی قبول نمی‌کنه در نظام اسلامی، عدالت این شخص زیر سوال قرار میگیره و موضوعات زیادی هست. البته این تنها این نیست، مثلا حتی غذا خوردن در حالت راه رفتن در خیابان مثلا، این جز اخلاق مسلمان نیست که این کار رو انجام بده. از نگاه شرعی بعد که بهشون حرفی بزنه میگه برادر، عورت یک مرد از ناف تا زانو هست، چه اشکال داره؟ من به این شخص میگم آیا حاضری که مثلا با همین وضعیتی که الان برای گردش، برای سیاحت در ترکیه یا در اروپا داری میگردی، برای سیاحت یا برای خرید تو بازار، آیا با همین وضعیت سر کار میری توی اداره ای؟ با همین وضعیت مثلا توی یک مهمانی میری؟ این دلیل نمیشه که مثلا از فلان جا تا فلان جا عورت شرعی است، بقیهش هر طوری که خواستی. شما یک چیزی به اسم مروت است، یک چیزی به اسم مردانگی است، یک چیزی به اسم حیا هست. من وقتی این مناظر رو میبینم این جمله در ذهنم ایجاد میشه که زنان با حجاب و مردان بی حیا. برای بی حیایی حد و مرز نیست. مثلا طرف بگه حالا برای عورت شرعی از ناف تا زانو هست برای یک مرد و با این شکل بیاد بیرون، ما به این درسته میگیم که از نگاه عورت شرعی عورتش رو پوشانده، اما یک مرد بی حیا هست. شما اگر از خودت خجالت نمی کشی، از دوروبرت خجالت نمی کشی، حداقل از این خواهر محجبه و مسلمان ما که در کنار تو هست از این خجالت بکش. چطور اون سر تا پایشو پوشانده و تو با این وضعیت داری در کنارش خجالت نمی کشی؟ موضوع دوم مرتبط با این قضیه خیلی خطرناکتر است. این یک پیام خیلی زشتی در ذهن غیر مسلمان ها ایجاد میکنه که من به شخص شاهد چندین موردش بودم که داشتن با خودشون زمزمه میکردن. غیر مسلمان ها میگفتن این چه نوع دینیه، این چه مسلمانیه که تو این هوای گرم، الان میدونید که همه دنیا خواستن، حتی در اروپا، حتی در آلمان هم هوا خیلی گرم است، رطوبت شدید، میگه این چه دینی است که این بشر، حالا اونا با منطق خودشون دارن این رو مطرح میکنن، این بشر از سر تا پاش پوشیده، خدا میدونه با چه مشکلی داره نفس میکشه در زیر این چادر، در زیر این عبای به اصطلاح یا حجاب، و اینو ببین که شورت پوشیده، بعدش هم گفتم از زانو به بالا میپوشن متاسفانه، با یک تیشرت رکابی یا تیشرت آستین کوتاه یا بدون آستین، عینک سیارم زده،
خرامان خرامان در کنار این خواهر معجبه داره میگرده. میگن ببینید بی عدالتی در دین اسلام رو، ببینید ظلم و ستم در بین مسلمان ها رو، زنشو مجبور کرده که اینطوری بیاد بیرون، خودشو ببینید چطوری اومده بیرون. باور کنید من بارها و بارها شنیدم به گوش خودم شنیدم که این چه دینیه، این چه اسلامیه که اینها این گونه ظلم در مورد زن انجام میدن. خب طبیعتا این بر اساس منطق اونهاست. و این برادر مسلمان ما یا این برادر بی حیای ما با این وضعیت داره دینش رو بدنام میکنه، اسلام رو بدنام میکنه، داره یک پیام منفی به غیر مسلمان ها میده که بله این اومده با شورت و با تیشرت داره میگرده راحت در هوای گرم و زنش رو مجبور کرده که با این لباس بیاد بیرون، در حالی که ما میدونیم که اکثر یعنی 100% خواهران مسلمان ما که حجاب میپوشن، سر تا پایشون رو میپوشن، نه اجباری از طرف شوهرشون هست، نه اجباری از طرف پدر یا برادر است، اینو یک وظیفه شرعی میدونن، یک وجیبه شرعی میدونن، اما طرف مقابل اینطوری برداشت میکنه. تو به جای اینکه دعوتگر دین باشی، تو مردم رو از دین متنفر کردی، از اسلام متنفر کردی. و این بی‌حیایی است. بی‌حیایی ربطی به اجاب و غیر اجاب نداره. ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی در مورد حجاب صحبت میکنه نمیگه که ای مؤمنین، ای زنان مسلمان، شما تحجبو، نگفته در جایی در قرآن، در هیچ جایی از قرآن نگفته ای زنهای مسلمان شما حجاب بپوشید، چون گاهی اوقات همین حجاب سبب فتنه و فساد میشه. چطور؟ حجاب تنگ، حجاب شفاف، حجابی که مفاتن زن رو برازنده بکنه، نشون بده، این حجاب نیست. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خیلی زیبا بیان میکنه ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون رو آشکار نکنن. ببینید زینت آشکار نکردن هدف اصلی حجاب است، یعنی مفاتن جسمی یک زن نباید آشکار بشه، نه اینکه یک چادری به اصطلاح تنگی رو بپوشه که سر تا پاش پوشیده است اما که انه هیچی نپوشیده، همه مفاتن بدنش رو داره نشون میده، یا یک نوع رنگ هایی با زخارف و با گلدوزی های عجیب و غریبی، با طراحی های عجیب و غریبی درست میکنن که اصلا به جای اینکه این حجاب باشه، این بیشتر جلب توجه میکنه در بین جامعه، مردها رو بیشتر متوجه این زن میسازه. این حجاب نیست، هدف از اجاب این است که زینت یک زن آشکار نشه. متاسفانه امروز بیشتر اجاب ها زینت زن ها رو آشکار میکنه. ثانیاً الله سبحانه و تعالی وقتی که امر میکنه مردم رو، انسان ها رو، مؤمنین رو به سوی عفت و پاکدامنی و حجاب، اول مخاطب مرد ها هستن. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اول متوجه مؤمنین هست، یعنی چی؟ مردان مؤمن، بگو به مردان مؤمن که بپوشند چشم های خود را از حرام. بعد از اون در آیه بعدی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و بگو برای زنان مؤمن که چشمان خودشون را از حرام، از فساد، از فتنه بپوشند. اینا همه یک سری اصطلاحاتی است که الله سبحانه و تعالی به اون وسیله میخواد به مرد و زن مؤمن حجاب رو، حیا رو، عفت رو، پاکدامنی رو تعلیم بده و دعوت بکنه به سوی حیا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حیا شعبه ای از ایمان است. متاسفانه مثلا شما در کل این کشورهای عربی بگردید، یک مرد عرب رو نمی بینید که در اداره دولتی، در مراسم عروسی، ولو این که در اوج فصل تابستان هم باشه، بدون این شماغ و قطره و این به اصطلاح چلتاری چیزایی که میگن، بدون این لباس ها
خیلی گرمه اینا، وقتی اینو بندازی رو سرت احساس میکنی که دیگه داری خفه میشی، اما با این لباس ها ظاهر میشن، با قطره و با عقال ظاهر میشن. اما همین مرد رو میبینی که در مثلا در ترکیه در کشور اروپایی میره با زن محجبه خودش، شورت پوشیده، تیشرت پوشیده، این یک مرد بی حیاست. این از مخارم مروت است. جایز نیست که یک مسلمان همچین پیام زشتی رو در اذهان غیر مسلمان ها ایجاد بکنه که ببینید ظلم رو، این زنش عبای پوشیده است، سر تا پا پوشیده است، نمیتونه نفس بکشه در اونجا و خودش با این وضعیت داره میگرده. کسی نهید به من بگه که والله عورت مرد از فلانجا تا فلانجا هست، این بیحیایی است. این یک پیام زشتی رو در اذهان غیر مسلمان ها و غیر دیندار ها ایجاد میکنه. حداقل ما نمیگیم که برو اون لباس از سر تا پا تو مثلا تو هم قطره و عقال بزن بگرد، نه، حداقل یک تیشرت آستین کوتاه که بپوش، حداقل یک به اصطلاح شلوار بلند بپوش. این مسئله مهمی بود که خواستم یادآوری بکنم و خیلی از دوستان از این بابت شکایت داشتن که واقعا یک تصویر ذهنی زشتی دارن ایجاد میکنن در اذهان غیر مسلمانان و مسلمانانی که دیندار نیستن. خواستن در جوامعی که حجاب و اسلام در اونجا هنوز نهادینه نشده و اینا به این وسیله دارن مردم رو گمراه میکنن، در اذهان مردم تصویر ذهنی زشتی دارن ایجاد میکنن. امیدوارم که این مسئله رو دوستان در نظر بگیرن. برای بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب دوست عزیزی که آخر شمارشون 911 هست، شما مشکل دارید در اینترنتتون، فکر کنم تماستون برقرار نمیشه. بیننده گرامی از تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا سوره پیاک سوال دارم برای همین برادرایی که در مهاجرت مقصد قرار میگیرن، بله، با اوی سیامی پاسرنیکو میونه رو مقصد میبرن، کارگر کار فرمانان، مقصد مقداری که ارزش کار در یک هفته مثال 150,000 رو ایرا میبرن، اما کار در 3 روز میکنن، مثال روزی کارش هم مثال کمی در کم مقصد معاین میکنن، 2,000 تا 3,000 روبل رسیر مقصد میتین شا. اینگاه همین شریعت هم مقصد از عدوب شرعی اسلام همین زیاد گرفتن مقصد موز همین چیز داره درست مقصد درستش اجازت هست که میبخشید. من سوال شما رو اینطوری متوجه شدم، یعنی شما میرید یک کاری رو از یک نفر میگیرید در مقابل مثلا 2,000 یورو، درست؟ بعد این کار رو به کس دیگر میدهید در مقابل 1,500 یورو، درست متوجه شدم؟ درست. این اشکالی نداره. مثلا شما یک مؤسسه‌ای دارید، شما میرید مثلا کانترکت میگیرید کارها رو از یک شخص روسی، مثلا میگید که ما خانه تو رو درست میکنیم، میرید اونجا مثلا با این روسی صحبت میکنید، به خاطر اینکه شما مثلا دفتر دارید، سوشال میدیا دارید، صفحات اینترنتی دارید، بعد میرید از این شخص میگید این خانه تو رو ما در مقابل 2,000 یورو درست میکنیم. طرف میگه اوکی تمام، با شما یه قرارداد امضا میکنه. بعد شما میاد پیش من مثلا دفتر ندارم، اینترنت ندارم، فلان ندارم، بیاید پیش من میگید که آقای فلانی شما بیایید مثلا این خونه رو درست بکنید، بعد به من میدید 1,500 یورو شما به خاطر این به اصطلاح کارهایی که انجام دادید و قرارداد و فلان این چیزا میگیرید، شرعا مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره. در این مسئله حد و مرز نیست، در اینجا حد و مرز نیست، اما یک مسلمان باید عادل باشه. به این معنی که مثلا شما یک کاری رو گرفتید به 1,000 یورو، بعد یک برادر تاجیکتان است از دنیا بیخبر، تازه از تاجیکستان آمده، قیمت ها رو نمیفهمه، شما به او بگید که مثلا 100 یورو به تو میدیم این کار رو بکن، او بیچاره 100 یورو براش خیلی پول است، میگه که خب میکنم. این ظلم است.
الله سبحانه و تعالی ظلم را دوست ندارد. از ظلم و ظلمات یوم القیامه، یعنی ظلم در روز قیامت تبدیل به ظلم ها می شود. این ظلم است که شما در حق یک برادر مسلمانتان بکنید. انصاف صفت مؤمن است که مثلا شما حالا 50 بگید 50شو بدید، اوکی مشکل نیست، 60شو بدید، 70شو بدید، هر چه شما به اصطلاح مروت و به اصطلاح عدالت رو، امانتداری رو مراعات بکنید، خدا هم به کار شما برکت میده. در اینجا مثلا شما میگیرید 80%شو خودتان میگیرید، 20%شو به کارگر میدید، اما چی میشه؟ فردا بچه خودت مریض میشه، خدای نکرده، میری 50%شو به دکتر میدی. متوجه شدی؟ بارک الله احسان رحمتی الله جزاکم الله خیر. سلامت باشید. مینا دور بابا سوری رحمت الله سلامت باشید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکت. تشکر از این برادر عزیز من. بیننده گرامی بفرمید. سلام و رحمت الله. بیننده گرامی سلام و رحمت الله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. یه سوالی داشتم. بفرمایید، گرچه برنامه پرسش و پاسخ نیست، بفرمایید. کسی که تبلیغی رابطه الان تبلیغی رو ول کرده، این گناه چیه؟ ببینید، تبلیغی رو ول کرده گناهی نداره، یعنی انسان یک مسلمان لازم نیست که حتما تابع یک جماعت و گروهی باشه برای تبلیغ دین. تبلیغ دین وظیفه تنها جماعت تبلیغ نیست، تبلیغ دین وظیفه همه مسلمان است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ چون امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید. امر به معروف و نهی از منکر واجب است برای همه مسلمان ها، هر کس به اندازه استطاعتش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه، از من برسانید، تبلیغ بکنید ولو اینکه یک آیه. یعنی چی؟ یعنی شما از قرآن کریم الحمدلله رب العالمین رو یاد گرفتی، تفسیرش و ترجمهش رو یاد گرفتی. وظیفه تو الان این است که این رو به مردم برسانی، به زنت، بچت، دوربرت، همسایات، قوم خیشت. لازم نیست که حتما شما شیخ باشی، ملا باشی، آخوند باشی، یا حتما بری تو جماعت تبلیغ باشی که بری دعوت بکنی. نه، دعوت وظیفه هر مسلمان است. سوال دیگری دارید؟ بیننده گرامی؟ تشکر از شما، خدا نگهدارت. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. سلامت باشید، تشکر از شما. بفرمایید. امیدوارم که شما من خوب میشنوه. بله بله میشنم. زنده باشید، سلامت باشید، بفرمایید. الله شما رو حفظ کنه و دیگه برادر همکار شما را هم سلامت باشید. برای که برای ما دعوت میکنه، برای مردم فرصت و خدمت میکنه. سلامت باشید برادر. شما را شما را شما نوشته برادر جان سوز به زحمت استفاده. آمین، شما را هم چنین. مثلا میخوام برای شما صحبت کنم، استاد، یک مسئله مریض هستای بین کجا فرس زبانه تاجیکستان، افغانستان و آسیا، عموماً جهان بیان مگر. بله. یک نفر به نام شفی ایار هست، یک نام شفی شیطان هست، کی هست؟ بسیار توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند. بله. بله، توهین او را میشنویم، دیگران مخون میشنوید. درست. من شخصا خودم توجیک مسافر امریکا هستم، از امریکا به شما رو تستم و درست. برای من برادران دوستان ما در روسیه هستند، در تاجیکستان هستند، در اروپا هستند.
و همه اونو همه چیز سخت میرسد، واقعا سخت میرسد. بسیار میخواستم حتی اون شیطان اون قدر نفرهای داره که اونو پلو میکنن، یعنی اونو دنبالگیری میکنن در تاجیکستان و افغانستان همه پر کجا هستن. بسیار جوانوی مورم با همه عقیده باطل شیطانی خودش همراه کردگی هستن. باور کنید من شخصا میدونم بعضی نفرهای هستن از دوشنبه و از دیگر قسمت های شمالی تاجیکستان و جنوبی تاجیکستان، بسیار با همون نفر یک انتخاب میکنه، اون یک نفر علمدار و دانشمند و یک نفر بسیار گفتی خودش و قبل خودش عیار هستن، خوشیار هستن، هرچی که هستن شیطان هستن. تا اون قدر بدبخت هستن که با یکی از بهترین فرزنده روی زمین توهین میکنن. اگر سگ باشد به من توهین کرد، دیگر اگر توهین کرد به دیگر هیچ کس. دیکی تو به یک نفره که الله برای نمونه بشریت روان کرد به باید توهین میکنید. درست. الله خور زورش کنند سوز. اگر بلیش دوید باشه، در این مورد صحبت خواهم کرد. در این مورد صحبت خواهم صحبت کنید. با حتی برای چلنج میکنند. نگون برای من همه هر کس که میخواد روان گرده من چلنج میکنم به همه. درست. متاسفانه من نمیدونم اونو چخیر پیدا کنم برای چلش کنیم چخیر گردنه. درست. شما میخواستم که از نگاه قرآن سنت و از نگاه این سخن رسونه برای تمام فارسی زبانهای دنیا. چشم. من میخواهم که میانه که فرزند فارسی زبان تاجیک افغان هر کجا که هسته برای ما بهترین تاجیک ها اسماعیل سامانی که پدر بزرگش از خیلی دانشمندان که علم اسلامی گرفتن از روی تقوی و یا از روی عدالت و یا تاجیکا به کجا رسیدن؟ درست. ما کجا میگیریم مثلا خیلی یک شیطان عیار برای خودم و نمونه عبرت میگیریم؟ درست. در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. تشکر از شما. مسلمان ها واقعا یک هستی هستن که وقتی ما خیلی نفر برای خود نمونه عبرت میگیریم. درست. در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. سلام و رحمت الله و برکات. در مورد این شخص کتاب گرفتن اسمش هم باور کنید که چندش آدم میاد. یک انسان پلیدی هست که ببینید، انسانی که فحش بده، ناسزا بگه، حرفای جنسی رکیک بر زبانش جاری بشه، شایسته این نیست که اصلا شما رو گوش بکنید، باش هم صحبت بشید. ما در تقریبا حدود 5-6 سال پیش که اولین کلیپاش که شروع شده بود، در طی یک برنامه های مختلف جناب استاد فاتح در برنامه بازسازی اندیشه پاسخ ها بهشون داد و خلاصه دروغگویی و خباثت و تلبیساتی رو که انجام میده رو بیان کرد. بعد از اون خب طرف به جای اینکه بیاد پاسخ علمی بده، اومد مسخره کرد، فحش داد، حرفهای جنسی، حرفهای رکیک به زبان آورد. الان شما میخواهید با این انسان چی بگید؟ ببینید، من بذارید یک معیار رو برای مسلمان ها بگم در اینجا. انسان هایی که توهین میکنن، به الله توهین کردن کفر است، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین کردن کفر است، به امهات المؤمنین، به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین کردن کفر است، خاصتا وقتی که عفت و پاکدامنی امهات المؤمنین مطرح باشه، عدالت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح باشه، این معادل کفر است. پس شما با انسانی که به الله توهین میکنه، به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنه، به امهات المؤمنین توهین میکنه، این انسان مسلمان نیست. اما این که مثلا طرف تاجیک هست، ما بیایم بگیم که بالا چون تاجیک هست خوب انسان است، این که مذهب شیطان است، این مذهب اسلام نیست. در اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی متقی ترین، پرهیزگار ترین شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع آخرین وصیت هایی که برای امت کردن چی بود؟
ایج عربی بر هیچ عجمی، ایج عجمی بر ایج عربی، ایج سرخی بر ایج سفیدی، ایج سیاهی بر ایج سفیدی، ایج سفیدی بر ایج سیاهی، برتری ندارد مگر به تقوا. تقوا اصل است، نه این تاجیک بودن، نه پشتون بودن، نه این مزخرفاتی که امروز دی شیطان پرست ناسیونالیست به اون اعتقاد دارن. اینا هیچ کدامش مهم نیست. واللهی باللهی که امروز شاید یک مغول مسلمان، یک چینایی مسلمان، یک هندی مسلمان، یک بنگلادشی مسلمان در نزد الله سبحانه و تعالی از یک مسلمان عربی که حتی از نسل بنی هاشم باشه، سادات باشه، اما فاسق و فاجر و ظالم و ستمگر باشه، در نزد الله سبحانه و تعالی اون هندی و بنگالی و چینی و مغولی مسلمان متقی میلیون مرتبه بهتر است. این اکرم معیار تقواست در نزد الله سبحانه و تعالی. این از این. ثانیاً به کسانی که میرن این برنامه رو گوش میکنن و در مجالس این شخص حاضر میشن و بهش بها میدن به نام قوم، به نام هرچی که هست، یا حتی انسانهایی که علم شرعی ندارن میرن برنامهاشو نگاه میکنن، در مجالسش میشینن، یعنی برنامهاشو نگاه کردن که انو شما در مجلس اون حضور دارید. من یک بشارت میدم به اینها از طرف الله سبحانه و تعالی. بشارتی که الله سبحانه و تعالی در اینجا میده یک رو تمسخر است، یک رو مسخره کردن است. یعنی خدا داره، الله سبحانه و تعالی داره چنان که شایسته شأن و منزلت او تعالی است داره مسخره میکنه این گونه انسانها رو. در سوره نساء آیه 138 الله سبحانه و تعالی در اینجا، من این رو خدمت شما عزیزان نشون بدم که الله سبحانه و تعالی در اینجا میاد میگه که بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. دوستان اگر که لطف بکنن این رو نشون بدن. الله سبحانه و تعالی در این آیه میفرماید بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. ای محمد مژده بده. تو تمسخر است، نه در که عذاب رو کسی مژده نمیده، اما الله سبحانه و تعالی انقدر خار و ذلیلن این گونه انسان ها که داره مسخره شون میکنه، میگه بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. به این انسان های منافق، به این انسان های منافق بشارت بده که برایشان عذابی است دردناک. خب این انسان های منافق کیا هستن؟ پروردگارا توضیح بده به ما که این انسان های منافق رو چطور بشناسیم. الذين يتخذون الكافرين اولياء، کسانی که کافران را دوست میگیرند، رفیق میگیرند. چرا؟ چون که تاجیک است، چون که پشتون است، چون که عرب است، چون که ایرانی است، چون که افغانی است. چون اینجا تقوا براشون معیار نیست، ملیت براشون معیار است. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اینایی که کافران را غیر از مؤمنین دوست میگیرند، در حالی که اصل بر این است که اگر تو افغانی، تو ایرانی هستی، تو تاجیکی، اگر در کنار تو یک هندی مسلمان هست، یک بنگلادشی مسلمان هست، شما همون پسترین قومی که در نظرتون فکر میکنید اگر یک مسلمان متقی هست و برادرت فاسق و فاجر است. این که از قوم در نظر شما از قوم پستی هست، این در نزد شما باید دوستدارتر باشد، محبوبتر باشد، محبتت باید به او بیشتر باشد نسبت به اون برادری که از پدر و مادرت به دنیا آمده و برادر تنی تو است. چون معیار در پیش یک مسلمان برادری عصبی و نسبی اینا نیست. معیار برادری انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. معیار تقواست، معیار ایمان است. الله میگه بشارت بده که عذاب دردناک است برای آن منافقینی که با کافران دوستی میکنن به غیر از مؤمنین. آیا ابتغون عندهم العزه، آیا به دنبال عزت در نزد آنها میگردن؟ فان العزه لله جميعا، همه عزت ها فقط در نزد الله است. الله است که عزت میده. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کسی رو خواست عزت میده، هر کسی رو خواست ذلیل میکنه. بعد از اون یک پیام خیلی خیلی سخت، خیلی تند و خیلی دردناک میده. چی میگه؟ در اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه
و قد نزل علیکم فی الکتاب، برای شما نازل کردیم در کتاب، یعنی در کتاب آسمانی، ان اگر اذا سمعتم، وقتی که شنیدید، آیات الله یکفر بها، که به آیات الله سبحانه و تعالی کفر ورزیده می شود. آیات الهی کی است؟ قرآن آیت الهی است، محمد صلی الله علیه و سلم آیت الهی است، شعائر دین آیت الهی است. مثلا کسی اگر ازدواج رو مسخره بکنه، ازدواج اسلامی رو، این انسان کافر میشه؟ چطور کافر میشه؟ چون که ازدواج اسلامی، ازدواج مطابق سنت الله و رسول، این از آیات الله سبحانه و تعالی، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. کسی که به آیات الهی تمسخر بکنه، این انسان کافر است. و یستهزه بها، یا که کفر میورزه به آیات الهی، او یستهزه بها، یا که تمسخر میکنه، مسخره بازی میکنه، تمسخر شندی میکنه به آیات الهی. فلا تقعدوا معهم، دقت بکنید به آیات، فلا تقعدوا معهم، با آنها ننشینید، به برنامه‌هاشون گوش ندید، براشون بهبه و چهچه نکنید، اونها رو استقبال نکنید، مهمانشان نکنید، سلامت را به اونها ندهید، دوستی با آنها نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنن لا تصاحب الا مؤمنا، غیر از مؤمن با کسی دوستی نکن، ولا یاکل طعامک الا التقی، با کسی غیر از متقین را به خانه خود برای غذا خوردن دعوت نکن. حتی یخوض فی حدیث غیره، تا اینکه این انسان ها این تمسخرشون رو کنار بگذارن، کفر به آیات الله رو کنار بگذارن، مسخره بازی که دارن انجام میدن کنار بگذارن و موضوع رو عوض بکنن. اگر موضوع رو عوض کردن، باشون بشینید، بحث کنید، مناظره بکنید، صحبت بکنید. اگر نکردید، اگر این کار رو نکردید، انکم اذا مثلهم، شما هم مثل اونها خواهید بود. کسی که با شفیع عیار دوستی میکنه مثل شفیع عیار است. آیه قرآن میگه، من نمیگم، محمد انصاری نمیگه، اینجا الله سبحانه و تعالی میگه، انکم، دوستان زوم بکنن رو این، انکم اذا مثلهم، شما هم مانند اونها خواهید شد. کافری که به دین تمسخر میکنه، باهاش بشینید، دوست باشید، در مجالسش حاضر بشی، تو هم مثل اون خواهی بود در نزد الله، یعنی کافر. منافقی که به دین تمسخر میکنه، کافری که به دین تمسخر میکنه، شما در مجلسش حاضر میشی، بهش بها میدی، باش دوست میشی، تو هم مثل اون خواهی بود. آخرش خیلی خطرناک است. ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا. الله سبحانه و تعالی منافق، یعنی کسی که با اینها مینشینه، والکافرین، کسایی که کفر میورزن و با آیات الله سبحانه و تعالی مسخره بازی میکنن، اینها رو، هر دوتاشون رو با هم کجا جمع میکنه؟ کجا جمع میکنه؟ فی جهنم جمیعا، در جهنم اینها رو جمع میکنه. من یک بار علایاری گفته بود مناظره میکنم، بعد 15-16 سال است که چلنج دادیم، هنوزم رو حرفم وایستادم، هر موقع هم که حاضر بشه بیاد اینجا با هم مناظره میکنیم. موضوع مناظره با کفر اللهیاری رو من ثابت میکنم، کافر بودن اللهیاری رو ثابت میکنم، موضوع مناظره همین باشه. چرا حاضر نمیشه؟ میاد میگه نه، تو بیا با من مناظره بکن که من کفر العیاذ بالله، العیاذ بالله، ام المؤمنین عایشه و نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو ثابت میکنم. نه نه نه، اونا رو بذار کنار، اول تو بیا مسلمان بودنت ثابت بکن که من کافر بودنت ثابت میکنم، بعد از اون میریم رو بقیه موضوع. اگر از اینجا سربلند که انشاءالله نخواهی برون آمد، اگر این تونستی در مقابل من وایسی، جواب منطقی بدی و من کفرت ثابت نکردم، بعد از اون میریم رو هر موضوعی که تو بخوای حاضرم باهات مناظره بکنم. شفیع عیار تعهد بسپاره، قسم بخوره، تعهد بسپاره، بنویسه، امضا بکنه، بفرسته که توهین نمی کنه، مسخره بازی نمی کنه، دروغ نمیگه، تلبیس نمی کنه، حاضرم باش مناظره بکنم تو هر موضوعی که میخواد، تا حماقت، جهالت و فساد اعتقادش رو ثابت بکنیم.
و قبلا ما برنامه‌ای داشتیم که یکیش هم جواب نداده. اما این که بیاد تمسخر بکنه به الله، به رسول و من برم باش بشینم، الله سبحانه و تعالی میگه این گونه انسان‌ها رو شما باشون نشینید. این صفتی یک انسان عالم، یک انسان فهمیده، یک انسان منطقی نیست که تو بیا توهین بکن، اهانت بکن، حرفای رکیک جنسی بزن، بعد از اون من بشینم با تو مناظره بکنم. اونم به خاطر چی مناظره بکنم؟ به خاطر که تو داری دروغ میگی، داری تلبیس میکنی، داری تهمت میبندی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به قرآن کریم، به الله سبحانه و تعالی. این از این آیه رو همیشه به یاد داشته باشین، سوره نساء از آیه 138 تا 140. کسانی که با انسانهایی که به دین تمسخر میکنن و به آیات الله کفر میورزن، می نشینن، صحبت می کنن، دوست می شن، رفیق می شن، در مجالسشون حاضر می شن، اینها منافقن. و الله سبحانه و تعالی اینها را بشارت می ده به عذاب دردناک. این رو به یاد داشته باشید. دوستانی که در مورد موضوعاتی که صحبت کردیم اگر میخوان تماس بگیرن، شماره تلفن برنامه رو دوستان زیرنویس کردن. یک موضوع دیگری هم هست اینجا، من چون برام خیلی جالب بود این رو من خدمت شما عزیزان از این صفحه نشون میدم. قبلا حدود 20 سال قبل، حدود 21-22 سال قبل، موقعی که آمریکا افغانستان رو مورد توجه قرار داد و خلاصه حکومت طالبان رو ساقط کرد و بعد اومدن و حکومت تشکیل دادن و فلان، دوستان از جاهای مختلف میگفتن که هدف اینا از این جنگ و از این لشکرکشی ها فلان همه بزنس هست، تجارت هست، تجارت مواد مخدر. باورم نمیشد، باورم میشد، یعنی فکر نمیکردم تا این اندازه علنا اینا بخوان این کارا رو بکنن. در صورت بعدن دوستانی اومدن گفتن که بابا هر شب از فرودگاه کابل هواپیماهای باربری پر میشه از مواد مخدر، خود همین آمریکایی‌ها بسته‌بندی می‌کنن، درست می‌کنن، حتی از تاجرای خواسته بودن که شما اینها رو به شکل مثلا در داخل لباس‌ها، در داخل حتی این کاغذی رو که در داخل پیرن‌ها برای اینکه اونها رو بسته‌بندی بشه، این کاغذ رو از مواد مخدر درست می‌کردن و حتی بعضی از فرماندهانی که در حکومت سابق بودن، میگه وقتی که ما رفتیم پیش آمریکایی‌ها گفتیم به ما کمک بکنید، فلان بکنید، میگه به ما گفتن که شما برید، خب برید تریاک کشت بکنید، حاصلشو بیارید، ما میخریم ازتون، پول میدیم بهتون. اومدن ناتو، لشکرکشی آمریکا، همه اینا یک بزنس بود، یک تجارت بود، تجارت مواد مخدر بود. طالبان اومدن، یک از کارهای خوبی که هم در امارت اول هم اکنون کردن این بود که کشت تریاک رو تقریبا به صفر رساندن. الان معتادین مواد مخدر رو جمع کردن، کش تریاک رو به صفر رساندن و این به ضرر سپاه پاسداران ایران و به ضرر آمریکا و به ضرر کشورهای اروپایی تمام شده. به خاطر همین ناراحت، باورتون میشه، ناراحتن که چرا در افغانستان مواد مخدر کش نمیشه، چرا تجارت مواد مخدر از افغانستان چی شده، کم شده. این صفحه رو دوستان عزیز اگر نشون بدن، این صفحه رسمی است، United States Institute of Peace به اصطلاح ایالات متحده آمریکا، انستیتوت صلح به اصطلاح، یکی از مؤسسات رسمی است در آمریکا. این عنوان مقاله ای است که دوستان دقت بکنن: The Taliban's successful opium ban is the bed for Afghans and the war. ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان خبر بدی است برای افغان‌ها و برای جهان. دلیلش هم این مقاله رو دوستان همین عنوان رو سرچ بکنید در این سایت، حتما این رو خواهید دید و من لینک این رو هم همین الان در صفحه برنامه زنده در اینجا میگذارم دوستان اگر خواستن این رو. بله، من همین لحظه گذاشتم در صفحه یوتیوب ندا، در اینجا گذاشتم و دوستان میتونن این رو ببینن. بعد در این مقاله در اینجا
قدیم هم نیست، یعنی تاریخ 8 ماه جون 2023 نوشته شده. بعد در اینجا توضیح داده که در اینجا میگه که کشت مواد مخدر و به اصطلاح متوقف کردنش در افغانستان یک کاری است که ظاهرش خوب است، اما مشکلات جدی اقتصادی برای جهان و برای افغانها و مهاجرت از افغانستان را ایجاد خواهد کرد و فلان فلان. گرچه این قضیه در ظاهر خبر خوشی است، اما در باطن خبری بدی است برای افغانها و جهانیان. تعجب نمی کنید؟ این هست این جهان دروغگو، این ناتو و ایالات متحده و سازمان ملل و این همه سر و صدا. همینا نبودن داد میزدن که آهای طالبان مواد مخدر کشت میکنن، مجاهدین مواد مخدر تجارت میکنن، خب الان متوقف کردن. شما اینقدر دلسوز شدید که مردم افغانستان به خاطر اینکه کشت مواد مخدر نمیکنن مهاجر میشن. به شما چه؟ مردم افغانستان به خاطری که کشت مواد مخدر نمی کنن به مشکلات اقتصادی مواجه میشن. به شما چه؟ شما هزاران نفر رو با بمب‌های خودتون کشتید، میلیون ها میلیارد ها پول دولت افغانستان امروز در بانک‌های خودتون بلوکه کردید، نمیدید و پول ملت است، نه پول طالبان است، نه پول حکومت جمهوری است، پول ملت است، پول تجار ملی است. معاصره اقتصادی دارید، به رسمیت نمیشناسید، از هر نوع ایجاد مشکلی دریغ نمی کنید و الان که اینها موفق شدن که مواد مخدر رو کشتش رو در افغانستان به صفر برسانن، این میگید خبر بد برای افغانستان و جهان است؟ این از دوگانگی این جوامع جهانی که به دروغ داد از نمیدونم مبارزه با مواد مخدر و با فساد و نمیدونم با این میزنن. اینها هدفشون همون بزنس و تجارت خودشون هست و امروزشون این تجارتشون متوقف شده، ناراحت هستن. بیننده ای از افغانستان رو بگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر عزیز. بخیر باشی، زنده باشی. ما هم دم ندای حق زنگ زدیم. بفرمایید برادر عزیز، میشنیم صدای شما رو. زنده باشی، بخیر باشی. من همه قدر زنگ زدم تشکری میکنم از برنامه هایتان، خیلی برنامه های خوب نشر میکنی. سلامت باشی اسلام عزیز. سلامت باشی برادر عزیز. دو کشوری که تقریبا سه کشوری که ایران و افغانستان و تاجیکستان هست، خیلی عزیزای خوبی هست که با تماس میشن. اما قرار میخواستم بسیار تشکری کنم. سلامت باشید. تشکر برادر، تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. الله متعالیستان کنه. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار از افغانستان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خوب هستید ان شاء الله. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعالیستان کند. ما یکی از برادران شما از تاجیکستان الان در روسیه قرار داریم استاد عزیز. الله متعالیستان. الله متعالیستان کند. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. ان شاء الله خیر. استاد جان یک سوال داشتیم در مسئله کار و فعالیت کردن در عبادتگاه های همین نصرانی ها جایز هست که ما کار کنیم؟ والا سوال مشکلی هستین. ببینید، کمک کردن در ساخت و بنای عبادتگاهی که در اونجا به الله سبحانه و تعالی شرک ورزیده میشه جایز نیست، به هیچ شکلی جایز نیست. و من اینو بارها گفتم در برنامه‌های مختلف که بعد هیچ بهانه‌ای هم قابل قبول نیست که والا بگیم کار پیدا نکردیم، مشکلات داشتیم، فلان داشتیم. اینا هیچ کدومش نمیتونه بهانه بشه. کار کردن در عبادتگاه‌های کفار، کار کردن در جاهایی که معاملات ربوی انجام میدن، کار کردن در رستوران‌هایی که شراب، گوشت خوک، این چیزا سرو میشه در اونجا، اینا هیچ کدومش جایز نیست، الا اینکه انسان دیگه از گشنگی داره میمیره و نیاز داره
در اون صورت که گوشت خوک خوردن و گوشت سگ خوردن هم جایز است، اما انسان به اندازه‌ای کار بکنه، به اندازه‌ای بخوره که تلف نشه، نجات پیدا بکنه، به مجرد اینکه نجات پیدا کرد ترک بکنه. این حالت مستر است، اما ادامه دوام دادن جایز نیست. استاد عزیز، از علمای تاجیکستان فتوا گرفتن که اجازه میتونم بخواستم از شما پرسم که برادر کدام علمای عمو مفتی تاجیکستان چه نام داره؟ اسمش یادم رفت. سید مکرم. با سید مکرم گفتن در برنامه تلویزیونی بود در تاجیکستان، شاید شما هم دیده باشید، که جناب عالی گفتن که در ماه رمضان کسایی که دهقان هستن، کارگر هستن، روزه نگیرن، روزه را بعد از رمضان بگیرن. گفت نظر شما چی است؟ شما فکر میکنید چی جواب داد؟ گفت که در قرآن آمده، گفت که در سنت آمده، گفت که نه، در چهار کتاب یک روایت آمده است که گر ضرورت بود روا باشد. شما از کدام عالم صحبت میکنید؟ این عالم هستی؟ این منطق هستی؟ نه استاد، ما با هم خاطر شما دا اعتقاد داریم و خلاصا دوستان داریم، با هم خاطر سوال کردیم که شما درست سوال جواب بله. پرش از شما فهمید. دقیقا این فتوایی که میدن بعضی از این ملاها در تاجیکستان، اینا اصلا قابل اعتماد نیستن برادر عزیز. فتوا را از کسی بگیرید که انسان متقی و پریزگار است. ما هم اهل فتوا نیستیم، یعنی می توانید بعض علمایی که اهل تقوا هستند، پریزگار هستند، عالم هستند واقعا، دلیل برایتان از قرآن و سنت بیارن. مثلا چند روز قبل یک برادر تاجیکی رفته خانه خریده به سود. او چرا این کارو کردی؟ میگه یکی از علما برای من فتوا داد. خب دلیلش چی بود؟ گفت دلیلش این بود که به من میگه که ما در دارالکفر هستیم و در دارالکفر ربا نیست، پس هر چه میتوانی ربا بگیر، هر چقدر میتوانی ربا بده. چه منطقی است این؟ زنده باشید برادر عزیز. حضرت داغو باشین، کمتر مریض هستیم انشاءالله. الله متعال شفای عاجل نصیبتان بکند. لا بس عليك طهور انشاءالله. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبتان کند. جزاک الله خیر. عزیز جان، الله حفظ کند. سلامت باشید. مسلمانان تاجیکستان وطن ما داغو باشین که الله هر چیز بهتر و سر بلندی برسون شما. آمین آمین. زنده باشید برادر عزیز. جزاک الله خیر. سلامت باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. تماس دیگر. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. برادر خوب هستید؟ زنده باشید، سلامت باشید. شما چی سوال داشتم؟ ما این حال در عبود با قرار داریم و باتر چی اداره میکنیم، فرانسه میریم، هولا میریم، در رو باید چه نماز خوند؟ قصر خوند یا باید همشه خوند؟ چشم، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. نفهمیدم. در این مورد گپ میزنیم انشاءالله. شکرش. کسی که از خانه خودش، از شهری که در اونجا اقامت میکند، به فاصله چیزی در حدود 80 کیلومتر و بیشتر خارج می شود، به هر سببی که باشد، برای کار، برای سیاحت، برای مسافرت و خارج می شود، به مجرد این که از آخرین بناهای شهرش خارج شد، یعنی وقتی پشت سرش نگاه کرد در ماشین، دید که مثلا خانه ها معلوم می شه، درخت ها معلوم می شه، به مجردی که وارد دشت و بیابان شد، این شخص میشه مسافر. احکام مسافر. این شخص میتواند که نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند، به این میگن قصر، و جمع بکند. یعنی چی؟ یعنی نماز ظهر را با عصر بخواند، نماز مغرب را با عشا بخواند، دو رکعت. مثلا 2 رکعت نماز ظهر را بخواند، مباشرتاً پشت سرش میتونه که 2 رکعت نماز عصر رو بخونه. یا این که جمع تقدیم هست یا جمع تأخیر است، یعنی چی؟ یا میتونه که در اول وقت نماز ظهر، ظهر رو با عصر بخواند، یا میتواند در آخر وقت بیشتر احناف اینو میپسندن، در آخر وقت
نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را بخواند. یعنی چی؟ من حتی پدرم الله مطالبش بکنه بیشتر اینو میپسنده که در آخر وقت نماز ظهر، نماز ظهر رو بخونه در سفر و بعد از اون نماز عصر رو بخونه، یعنی هم نماز ظهر در داخل وقتش خوانده شده و هم نماز عصر در اول وقتش خوانده شده. و همچنین در سفر کسی که روزه است در ماه رمضان هست، در سفر میتونه روزهشو بخوره. فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. کسانی که مریض هستن یا در سفر هستن میتوانن روزهشان رو بخورن، زیرا الله برای شما آسانی میخواهد و برای شما سختی نمیخواهد. به همین دلیل در سفر نمازها رو میتونید جمع و قصر بخونید. یعنی چی؟ نماز چهار رکعتی رو دو رکعت بخونید و ظهر رو با عصر و مغرب رو با عشا، مغرب رو سه رکعت میخونید، دیگه نماز مغرب قصر نمیشه، یعنی یک و نیم رکعت نمیشه، همون سه رکعت رو میخونید و نماز عشا رو دو رکعت میخونید. و حتی نمازهای سنت غیر از نماز سنت صبح از انسان ساقط میشه در حالتی که انسان در سفر باشه. اما اینکه در رفتید به شهری رسیدید اونجا نیت اقامت دارید، حالا این اختلاف فقهی است بین علما که سه روز و نمیدونم ده روز و فلان، اینا جمهور بر این عقیده هستن که یک روز هستید، نصف روز هستید، شما مسافر هستید، احکام مسافر بر شما جاری است. رسیدید اونجا در شهر، هتلی رفتید، اقامت کردید در اونجا، اگر میتونید نمازاتون رو، سنتش رو هم بخونید، نوافل رو بخونید، در جماعت شرکت بکنید. یعنی انسان نباید که تنبلی، یعنی ما یک مذهبی داریم میگن مذهب تنابله، مذهب حنابله هست، احناف هست، مالکیه هست، شوافه هست، یک مذهب هم مذهب تنابله است. این مذهب تنابله مذهب انسانهای تنبل، اینها همین آسانی هر مذهب رو میگیرن و میگن بعد که سفر که میرن همه میشن حنبلی، همه جمع و قصر و خلاصه در محل اقامتشون هم که بودن مسجد نمیرن، نمازها رو همه رو با هم یک جا جمع میکنن و میخوانن. نه، این درست نیست. من نمیگم جایز نیست، درست نیست. انسان نباید تنبلی بکنه، نباید مذهبت مذهب تنابله باشه، یا نه مثل ماشینای اتوماتیک همینطور به هر مذهب رفت آمد نکنید. یعنی گرچه من اعتقاد من این است که این مذاهب برای انسانی که اهل علم باشه و اهل اجتهاد باشه و اهل فتوا باشه و استنباط از احکام و آیات رو بتونه انجام بده، این که انسان تعصبی بر یک مذهب داشته باشه جایز نیست. ببینید، تعصب بر یک مذهب جایز نیست، تعصب بر یک مذهب باطل است، تعصب بر یک مذهب حرام است. نه اینکه تقلید از یک مذهب حرام باشه، تقلید طوری که بد برداشت میکنن گاهی اوقات از صحبت های من. تعصب مذهبی حرام است، باطل است، جایز نیست، بلکه ما تعصبمان بر قرآن و سنت است. هر مذهبی که دلیلش قوی باشه از قرآن و سنت قبول میکنیم. این از این. شما به مجرد اینکه از شهرتون خارج شدید، شما مسافر هستید، خدا کنه 100 کشور رو بگردید، 1 کشور رو بگردید، تا لحظه ای که برگشتید، به مجردی که وارد اولین خانه های شهرتون شدید، احکام مسافر شما برداشته میشه. بعد از اون شما هستید مقیم، 5 وقت نماز رو سر وقتش میخونید، جمع و قصر نمی کنید و اگر ماه رمضان باشه روزتون هم میگیرید. وقتمون به پایان رسید. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. تشکر میکنم. یکی از دوستان بیننده نوشته آقای انصاری چرا میلیون ها نفر در کنار کعبه برای سرنگون شدن بشار اسد دعا کردن ولی اتفاق نیفتاد؟ در جایی که دعا مستجاب میشه دست آخر هم همون عربستانی یا پشه قرمز برای اسد انداختن و رابطه خوش بش کردند.
من اولا از منطق خودتون رو جواب بدم. شما شیعه که 1600 سال است که داد میزنید که ای اللهم عجل لولی کل فرج، چرا دعاتون مستجاب نمیشه؟ حتی یا مهدی وجود نداره یا دعای شما قبول نمیشه، یکیش از دیگری بدتر. ثانیا ببین دوست عزیز، هیچ حکومتی به دعا سرنگون نمیشه. اگر اینطوری بود رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد نمیکردن، میرفتن سر جبل نور در غار را می نشستن، صبح تا شام دعا می کردن خدایا ابو جهل رو سرنگون بکن، خدایا فلان رو سرنگون بکن. لیس للانسان الا ما سعى، خداوند امر به جهاد کرده، امر به مبارزه کرده. درست است انسان اسباب رو بگیره جهاد بکنه، اما دعا رو فراموش نکنه، نه اینکه بشینه دعا بکنه که خدایا فلانی رو سرنگون بکن و سرنگون نشه. ثانیا نصرت و پیروزی الله سبحانه و تعالی یک سری اسباب میخواد. هر موقعی که اون اسباب رو ما فراهم کردیم ما پیروز بشیم، نه اینکه بشینیم دعا بکنیم. مثل برادر میگه خدا دعا بکنید که در تاجیکستان فلان بشه. گفتم خود در تاجیکستان اگر به دعا قرار بود مشکل بشه که زنای پیر تو خونه نشستن دارن دعا میکنن. شما حرکت بکنید، شما دست به کار بشید، شما وطنتان رو بسازید، شما آینده مملکتتون رو به دست بگیرید، نه اینکه ما بشینیم فقط دعا بکنیم که خدای این سرنگون بشه این از بین بره. اتحاد، وحدت، همبستگی، استفاده از وسائل جهاد و عدو لهم ما استطعتم من قوه، الله متعال میگه آماده سازید ارام چه از قوت هست، از تیر و کمان و اسلحه هست. برای چی؟ برای پیروزی در جهاد، نه اینکه بشینیم گوشه دعا بکنیم یا خدا پیروز بگردان ساخت بگردان که اینکه نشد. در صورت دو جواب دادم، یکی جواب بر اساس منطق بی منطق شما که 1200 خورده ای سال هست که داد میزنید اللهم عجل لولیک الفرج، لا عجل شد ولا فرج شد دیگه. انشاءالله تا روز قیامت هم این دعا رو بکنید، کسی نیست که بیاد بیرون و فرجی در کار نخواهد بود. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم. شب و روزتان خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.